فصل پنجم. مردی را که از تو مسن‌تر است سرزنش نکن، بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاک دامنی رفتار کن. بیوه زنانی را که واقعا بیوه هستند مورد توجه قرار بده. اما اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و نوادگان وظیفه دینی خود را اول نسبت به خانواده خود بیاموزند و دینی را که به والدین خود دارند ادا کنند، زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد. کسی که واقعا بیوه و تنهاست به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است، ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود، حتی اگر زنده باشد، در واقع مرده است. این را به ایشان دستور بده تا از ملامت به دور باشند. اگر کسی وسایل زندگی خیشاوندان و مخصوصا خانواده خود را فراهم نکند، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. نام بیوه زنی که بیش از 60 سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود. علاوه بر این او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستم دیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد. نام بیوه زنان جوانتر ثبت نگردد، زیرا به محض اینکه هوا و هوس آنها را از مسیح دور سازد، علاقمند به ازدواج می شوند و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح می شکنند محکوم خواهند شد. گذشته از این یاد می گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند. نه فقط بیکار، بلکه سخنچین و فضول و چیزهایی می گویند که گفتن آنها شایسته نیست. پس عقیده من این است که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و خانه‌داری نمایند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. زیرا بعضی از بیوه زنان قبل از این هم منحرف شده و به دنبال شیطان رفتند. اگر زن ایمانداری خیشاوندان بیوه داشته باشد، باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید. رهبرانی را که به خوبی رهبری می کنند، مخصوصا آنانی که در وعظ و تعلیم زحمت می کشند، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا کتاب مقدس می فرماید دهان گاوی را که خرمن می کوبد نبند و کارگر مستحق مزد خود می باشد. هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران نپذیر مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. آنانی را که در گناه پافشاری می کنند، در حضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت گیرند. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم که دستورهای فوق را بدون غرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش، خود را پاک نگه دار. و از این پس فقط آب ننوش، بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند، زیرا اغلب مریض حال هستی. گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی کیفر می کشاند، اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد. همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند، نمی توان آنها را تا به آخر پنهان نگاه داشت.